I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. امشب چه خبره؟ امشب بازی واریورز و ممفیس. واریورز و ممفیس. این به اصطلاح ما اینو برنامه حضاری درست کردیم که بازی کنن و ما تشویقشون کنیم که بازی بشن تیم ممفیس ببره. ولی تیمشون بازی نمی کنن. من نمیدونم چرا. شما میدونید چرا بازی نمی کنه؟ ما هم نمیدونیم. حالا ببینیم شاید روی تلویزیون میگن. That tonight's gonna be a good night. خب الان نیمه بین دو نیمه هستیم. اینجا برای بچه‌های ایرانی نشستم، اون ور همونطور که ببینید سبزپوشان تیم ملی ایران هستن. یه مقدار سبزپوش این ور داریم. بچه‌ها خیلی به اصطلاح هماهنگ. ببین این آقای حدادی چرا بازی نمی‌کنه؟ بگین ما این همه راه اومدیم ایشونو ببینیم. کجا اومدیم؟ پشت کوه. پشت کدوم کوه؟ همین کوه این پشت. Why in a suit for? Why is he in a suit? Any ideas why he's not playing tonight? He's wearing a suit. I think he just wants to stay classy, which is totally respectable. It's probably an Armani suit, so it's okay. That's a lot more important in the Iranian culture, right? Yeah. Do you like his suit? Yes, I do. Let's do it. خب بازی تموم شد. همونجور که می‌بینید 113 به 105 Golden State Warriors که تیم لوکال همین کالیفرنیا است برنده این بازی شد. خب از اینجا به بعد منو راه نمیدن به خاطر اینکه من قیافم زیادی ایرانیه و من تراست نمی‌کنم. میدم به بهرنگ که بره توی لاکر روم ببینه که چه خبره. به بچه‌های تیم Grizzlies صحبت کنه. بهرنگ آماده ای؟ آماده ایم. بریم ببینیم چی میگن. So we are here with Johnny Davis, assistant coach for Memphis Grizzlies. Did you guys know about Iranian Heritage Night and the fact that there were going to be a lot of Iranian American attending? Was Memphis Grizzlies organization aware of that, or? Well, I don't know about the organization. I know the coaching staff was not aware of that. A lot of the fans, especially Iranian American fans, would approach us and say, you know, you guys are covering this. How come Hamed is not playing? And we didn't really know what to tell him. I would say to the fans of Hamed that they can be very proud of him. He's done a very good job. He's doing a very good job in the NBA. And we're very happy to have him. And they're very lucky to have him as a representative for them. He's a gentleman. He plays hard. And we're very happy that we have him. What do you think it takes for him to be able to be in a fair squad or even start? How far is he from getting there at this point? He's not very far away. He just needs to have a bit more experience. A lot of the players are new to him and a lot of the system is new to him. But he's doing a good job with it, and I think he is definitely a very good NBA basketball player. Ahmed Haddadi داره میره به ایرانیایی که اومدن مسابقه رو ببینن سلام بکنه، تشکر بکنه ازشون. حامد حدادی اولین ایرانی در NBA بازیکن تیم ممفیس گریزلی. آقای حدادی نذاشتم بازی کنی، چی شد؟ خب نظر مربی دیگه، من احترام گذاشتم روی بازی نه. بعضی وقت اتفاق میفته چون جزء لیست 12 نفر نباشی و من خیلی ناراحت شدم اول، چون خیلی ایرانی مثلا برنامه ایرانی گذاشته بودیم که شوندیم اینجا و می‌خواستم منو ببینم بازی منو ببینم و ناراحت شدم. مثلا من قشنگ دو دقیقه قبل بازی هم مثلا من چیز کرده بود، لباس پوشیده بودم و آماده بودم و مثلا تو داشتم میمونم بیرون که داخل زمین بیرون مثلا اکتیف نیستی و چیز عادیه تو NBA و من با کوچ سوار اومدم و خدمت مردم. کادر فنی تیم میدونست که امروز هریتیج نایت برای ایرانی هست، یعنی چیز ایرانی هست امشب اینجا یا نه؟ مربی آدم میدونستن، ولی خب اشکال نداره، حرفه‌ایه، ورزش حرفه‌ایه، باید چیز کنی دیگه، باید حرفه‌ای نگاش کرد. علی آبی تو چین کی بودین الان؟ که شما رو دوست داریم به حال، فرقی نداره. ما میام نگاه میکنیم با کوچروا یا بند کوچروا، ما میام داده بودادمون رو میکنیم. کوچروا رو ما کی چیز برای هموطنانی که به مد و این چیزا زیاد چیز اهمیت میدن.
مارک نمیدونم با خودم. آقا یادت یه سال و نیم پیش وقتی تو اومده بودی شما تو یوتا قبل از المپیک، اگه یادت باشه ما اومدیم با یکی دو تا دیگه با شما و چند تا بچه‌ها مسابقه کردیم، همونجا من نمیدونم یادتون نیست ولی من ازت پرسیدم اگه ام بی شما در سطح ام بی هست، اگه ام بی پیشنهاد بدن بازی می‌کنی؟ شما همونجا گفتی آره اگه پیشنهادی بیاد من بازی می‌کنم حتما و اینا. خب حالا پیشنهاد اومد، شما تو ام بی بازی هم کردی تا حالا، گل بعدی چیه؟ قدم بعدی که می‌خوای برداری چیه؟ دوست دارم تو ام بی خوب بازی کنم، می‌خوام تایم خودم بگیرم، می‌خوام نمی‌خوام سرم پایین باشه، همیشه می‌خوام سرم بالا باشه و ایرانی‌ها سرشون بالا ببرن. ولی مثلا شما شاید بتونی علی دایی تو فوتبال، شما تو بسکتبال برای ایرانی‌ها باشی، همونجوری که علی دایی رفت و پای بازیکن‌های خارجی دیگر رو، بازیکن ایرانی دیگر رو مثلا به لیگ‌های اروپا باز کرد، بیای تو ام بی ای با یه کارنامه قابل قبول ام بی ای رو باز کنی به یه سری دیگه از جوانای ایرانی که این چیزو این کارو بتونن بکنن. مشکل داریم، اول مشکلی که مطبوعاتی داریم، مثلا فوتبال حرف بعدش اول نمی‌زنه و این مشکلی که اول همه داریم مطبوعاتمون که باید درست بشه و به بسکتبال برسه. مثلا من الان بازی کردم، خوب بازی کردم، همه هر کاری کردم، چون مطبوعات ایران اصلا تاثیر نداره و مردم هم مثلا چیز نمی‌کنن، دنبال نمی‌کنن. من نوعی اگه مثلا مطبوعات حمایت نکنه یا چیزی نکنه یا هر بسکتبالیستی دیگه حمایت نکنه نمیتونه بره. تو ایران مثلا فوتبالیست ها بهش اینقدر میرسن که مثلا توی مطبوعات قمه بالا که مثلا میتونه بره خارج بازی کنه. این حرفی که شما میزنی واقعا درسته و کاش که بیشتر هموطنهای ما اینو میدیدن، برای اینکه مثلا من خودم دارم میبینم بسکتبال رفته تو آسیا اول شد، شاید یه روز یا دو روز روزنامه‌ها در موردش صحبت کردن. فوتبال ما الان، من خودم فوتبالیستم، فوتبال خیلی دوست دارم، ولی فوتبال ما الان 30 ساله که اصلا حرفی برای گفتن تو آسیا نداشته، جام جهانی رو هم از دست دادیم، در حالی که بسکتبال یا والیبال مرتبا میرن تو مسابقات جهانی و مقامات خوب میارن. من می‌خواستم اول از طرف خودم و تمام ایرانی‌ها که تو آمریکا و تمام ایرانی‌ها به شما تبریک بگم جام آسیا رو که بردین و واقعا ایول، و همینجوری هم بهت بگم که شما همین الانش هم بعد سرتو بالا نگهداری، برای اینکه ما واقعا به شما افتخار میکنیم و امیدوارم که بیشتر موفقیت به دست بیاری در آینده و ما بیشتر به شما افتخار بکنیم. خب الان ساعت حدود 11 و 2 دقیقه، شما که رفتی تو رختکن برای بچه‌ها رختشون رو کندن؟ برای بچه‌ها رختشون رو کندن، ما نتونستیم با هد کوچشون صحبت کنیم برای اینکه خیلی زود رفتش. ترسیده بود خب این همه ایرانی اینجا. آقایی بود به اسم آقای جانی دیویس که یکی از کمک مربی‌هاشون بود و اتفاقا خیلی هم از حامد تعریف کرد، ولی به ما گفت که مربیگری نمیدونسته که اصلا ایرانیان هریتیج نایته. بعد رفتیم با حامد گردیم، گفت نه اینا میدونستن. 3 دقیقه قبل از که بازی شروع شه به من گفتن برو لباسو بکن، کت شلوار بپوش بیا. حالا شما خیلی خودتو ناراحت نکن، یه خورده آرامش خودت حفظ کن. حامد امیدواریم که دو تا ایرانیان هریتیج نایت دیگه هست که امیدواریم تو اونا بازی کنه، یکیش 29 نوامبر در لس آنجلس و بعدی 16 دسامبر درسته باشه تیمی؟ اتلانتا هاکس فکر کنم در اتلانتا هاکس توی اتلانتا، بنابراین احتمالاً تو اون ایرانیان هریتیج نایت ها بازی کنه. شب خوبی بود، تا یه ریپورت دیگه فعلا خداحافظ. خداحافظ شما.